سرخط خبرها. همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی میگه برخی فرماندهان ارتش اسرائیل به دنبال کودتا علیه شوهر او هستند. هشدار روسیه به ارمنستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا. گرم شدن بیشتر روابط نظامی عربستان با چین. حماس انتقال دفترش به عراق را تکذیب کرد. همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی میگه برخی فرماندهان ارتش اسرائیل به دنبال کودتا علیه شوهر او هستند. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گفت روزنامه اسرائیلی هارتس امروز گزارش داد که سارا نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، این سخنان را در دیدار با گروه محدودی از خانواده‌های اسرائیلی بیان کرده است. طبق این گزارش، همسر نتانیاهو به خانواده‌های اسرا گفته که فرماندهان ارتش می‌خواهند علیه همسرم کودتا کنند. خبرگزاری هارتس میگوید که هفته گذشته نشستی با حضور نمایندگان گروهی از خانواده‌های اسرائیلی برگزار شده که طی آن سارا نتانیاهو بارها تکرار کرده است که به افسران ارشد ارتش این رژیم اعتماد ندارد و گفته آنها می‌خواهند علیه شوهرش کودتا کنند. این گزارش همزمان با تشدید انتقادها از عملکرد نتانیاهو در قبال نوار غزه منتشر شده است. پیشتر برخی منابع اسرائیلی خبر داده بودند که ارتش این رژیم به دنبال پایان جنگ در نوار غزه است. اما نتانیاهو به دلیل ملاحظات سیاسی مانع این کار می شود. دانیال هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اخیراً اعلام کرد هدف نتانیاهو برای نابودی حماس دست نیافتنی است. هاگاری در این سخنان که از تلویزیون این رژیم پخش شد گفت که حماس یک تفکر است و نمی توان آن را نابود کرد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در واقع به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اشاره داشت که بعد از آغاز جنگ در نوار غزه اعلام کرد نابودی حماس و بازگردانی اسرا هدف اصلی این رژیم از این جنگ است. خبر دوم، هشدار روسیه به ارمنستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا. مقام ارشد دولت روسیه با هشدار به دولت ارمنستان در خصوص نزدیکتر شدن بیشتر به غرب گفت جهتگیری سیاسی این کشور بیش از پیش به سمت غرب متمایل شده که اشتباه است. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه با هشدار به ارمنستان گفت در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا ارمنستان دسترسی بدون تعرفه به بازار روسیه و سایر امتیازات اقتصادی اعطا شده را از دست خواهد داد. به گزارش ویبگاه رادیو اروپای آزاد اورچوک در سخنرانی در مجمع کارشناسان بین‌المللی در مسکو اظهار داشت امروز جهتگیری سیاسی این کشور بیش از پیش به سمت غرب متمایل شده که اشتباه است. اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هم ناسازگار هستند. آرمان یگویان قانونگذار ارشد ارمنستان گفته است که نیکول پاشینیان نخست وزیر و تیم سیاسی او به طور جدی در حال بررسی پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. این مقام ارشد روس ادامه داد نزدیکی ارمنستان به روسیه باید به عنوان بهایی تلقی شود که ما برای امنیت و عمق راهبردی خود می‌پردازیم تلقی شود. بنابراین ورود برخی بازیکنان فرامنطقه‌ای به آنجا عواقبی خواهد داشت. روسیه سال گذشته بیش از 35% از تجارت خارجی ارمنستان را به خود اختصاص داد. روسیه همچنین تأمین کننده اصلی گاز طبیعی ارمنستان است. قیمت گاز روسیه برای این کشور مدت هاست که بسیار پایین تر از سطح بازارهای بین المللی تعیین شده است. میخائیل گالوزین معاون وزیر خارجه روسیه نیز در روزهای گذشته نسبت به هزینه اقتصادی حرکت بیشتر ارمنستان به سمت غرب هشدار داد. خبر سوم، گرم شدن بیشتر روابط نظامی عربستان با چین. وزیر دفاع عربستان با هدف افزایش روابط نظامی در شهر پکن با همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گفت وزرای دفاع عربستان سعودی و چین در شهر پکن در خصوص افزایش روابط نظامی گفتگو کردند. به نوشته روزنامه سعودی گفت خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و جان دانگ جون وزیر دفاع چین در خصوص چارچوب همکاری‌های دفاعی راهبردی مورد علاقه دو کشور به جهس و گفت و گو پرداختند. این دو وزیر دفاع همچنین در زمینه تلاش مشترک برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گفتگو کردند. در این نشست چند مقام بلندپایه عربستان از جمله فرمانده نیروی موشکی این کشور حضور داشتند.
عربستان و چین روابط گرم نظامی دارند و عربستان موشک‌های ساخت چین را در خدمت دارد. چندی قبل، ویبگاه عربیک دیفنس در خبری به نقل از رسانه‌های چینی نوشت که عربستان سعودی قصد خرید راکت‌اندازهای 300 از چین را دارد. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که عربستان سعودی در حال مذاکره با شرکت گروه صنایع شمالی چین برای خرید جنگنده، پهپادهای شناسایی و سامانه پدافند هوایی است. رسانه‌ها به دلایل امنیتی به جزئیات بیشتری از ملاقات وزرای دفاع عربستان و چین اشاره نکردند. خبر چهارم، حماس انتقال دفترش به عراق را تکذیب کرد. عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس، گزارش یک روزنامه انگلیسی در خصوص انتقال دفتر این جنبش از دوحه به بغداد را تکذیب کرد. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، یک کانال تلگرامی خود نوشت که گزارش شبکه اسکای نیوز به نقل از روزنامه انگلیسی نشنال در خصوص انتقال دفتر این جنبش از قطر به عراق صحت ندارد. روزنامه نشنال مدعی شده بود که حماس تحت فشار آمریکا و قطر برای نرمش در مذاکرات با رژیم اسرائیل مجبور به خروج از دوحه و انتقال به بغداد شده است. پیش از این نیز برخی رسانه‌های آمریکایی از احتمال انتقال دفتر حماس از قطر به یک کشور دیگر خبر داده بودند که با تکذیب مقامات قطری و حماس همراه شده بود. با این حال چندی پیش دفتر شاخه سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به طور غیر رسمی در بغداد افتتاح شد و گفته می شود که در آینده نزدیک قرار است به طور رسمی این کار صورت گیرد. هرچند به گفته منابع آگاه این دفتر به معنای انتقال حماس از قطر به عراق نخواهد بود. این در حالی است که عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد منطقه روی آرامش نخواهد دید، زیرا نتانیاهو برای بقای سیاسی خود به آتش جنگ در همه جبهه‌ها می‌دمد. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گفت خلیل الهیه از رهبران جنبش حماس تأکید کرد اظهارات نتانیاهو نشان می‌دهد وی به دنبال بازگرداندن اسرا و سپس از سرگیری جنگ است. الهیه با بیان اینکه در صورت پایبندی نتانیاهو به طرح پیشنهادی بایدن، ما آمادگی و جدیت لازم برای مذاکرات واقعی را داریم، گفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواهان انعقاد توافق نیست و مواضع بی‌معنی در مورد پیروزی مطلق را تکرار می‌کند. وی تأکید کرد ما در تلاش برای دستیابی به توافقی که حملات را متوقف و اسرایمان را آزاد کند جدی هستیم، اما در این میان باید بپرسیم اظهارات بایدن و قطعنامه شورای امنیت در خصوص توقف حملات کجا هستند. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس با بیان اینکه امیدواریم میانجیگران در الزام اشغالگران به توقف جنگ و دستیابی به توافق موفق شوند، گفت مواضع ما از ابتدای مذاکرات روشن بوده است و از هیچ کدام از این شروط از جمله آتش‌بس دائمی، عقب نشینی کامل اشغالگران و بازگشت آوارگان کوتاه نخواهیم آمد. وی در ادامه گفت منطقه روی آرامش نخواهد دید، زیرا نتانیاهو به آتش جنگ در همه جبهه ها برای بقای سیاسی خود می‌دمد. وی خواهان طولانی کردن جنگ برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌هایش طی 9 ماه گذشته است. الهیه تصریح کرد اگر اشغالگران دامنه جنگ را گسترش داده و به لبنان بکشانند به روی خود آتشی بزرگ خواهند کشید. جنگ با لبنان می‌تواند به صورت کامل کار اسرائیل و مشروع صهیونیسم را تمام کند. وی با بیان اینکه منطقه متشنج است و اقدام اشغالگران در گشودن جبهه‌های جدید می‌توان آتش جنگ را شلهورتر سازد، گفت جبهه شمال در هم تنیده است و اشغالگران در صورت حمله به لبنان وارد عرصه‌های دیگری خواهند شد که با میدان نبرد غزه متفاوت است. این عضو دفتر سیاسی هم است با تأکید بر اینکه اختلافات در داخل جامعه صهیونیستی برخواسته از عدم اطمینان در این رژیم است، اظهار داشت ارتش اسرائیل پس از ناکامی در پیشبینی اوضاع اعتماد به نفس خود را از دست داده است. الهیه تصریح کرد الحاق باقی مانده اراضی کرانه باختری از طریق شهرسازی موضع این دولت فاشیستی از ابتدای روی کار آمدن بوده است. وی در پایان گفت آنچه در جریان است تأکید می‌کند که رژیم صهیونیستی قابلیت بقا ندارد و از درون در حال فرسایش است. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.